مردان اندیشه، پدید آورندگان فلسفه معاصر. این برنامه نخستین قسمت از یک رشته برنامه درباره فلسفه معاصر است. در بخش‌های بعد ما با آرای شخصیت‌های نامی جهان آشنا خواهیم شد. شخصیت‌هایی مانند ژان پل سارتر، مارکوزه، کارل پوپل و چامسکی. بعضی از این چهره‌ها شخصا در این برنامه شرکت می‌کنند و درباره آرای خود به بحث و گفتگو می‌پردازند. یکی دو برنامه هم به اندیشمندانی اختصاص یافته که در قید حیات نیستند، ولی افکارشان همچنان تأثیر شگرف و زنده خود را حفظ کرده است. کارل مارکس نمونه بارزی از این افراد است. همینطور ویتگنشتاین و هایدگر که به گونه‌ای متفاوت چنین نقشی داشتند. امیدوارم این رشته برنامه‌ها نقشی مؤثر و روشنگر در معرفی فیلسوفان برجسته و جنبش‌های مهم فلسفی و تبیین وضعیت فلسفه در جهان کنونی داشته باشد. و اما در برنامه نخست با عنوان مقدمه می‌خواهم برخی پرسش‌های بسیار اساسی را مطرح کنم. از جمله اینکه اصولاً چرا انسان باید به فلسفه علاقه‌مند باشد؟ چرا فلسفه مهم است؟ اساساً معنای دقیق فلسفه چیست؟ قصد دارم این پرسش‌ها و پاره پرسش‌های دیگر را با سر آیزایا برلین که خود از مشاهیر جهانی است مطرح کنم. ایشان عضو هیئت علمی کالج آلسوز، نویسنده زندگی نامه کارل مارکس است که به ویژه از لحاظ دانش وسیعش در زمینه تاریخ اندیشه سرشناس و ممتاز است. سر آیزایا، اگر کسی تاکنون بنا به میل و اراده خودش و یا به این علت که نظام تعلیم و تربیت اونو به فلسفه علاقه‌مند نکرده باشند، برای جلب توجه و علاقه اون به فلسفه چه دلایلی می‌توان آورد؟ اول اینکه مسائل فلسفی فی نفسه در خور توجهند و باید دانست که اصولاً فلسفه با مفروضاتی سر و کار دارد که بسیاری از باورهای عادی بر آن استوار است. مردم واقعاً نمی‌خواهند چیزهایی که در نظرشان مسلم است زیاد وارسی شود و اغلب وقتی وادار به تعمق در زمینه‌هایی می‌شوند که باورهایشان بر آن نباشد ناراحت می‌شوند. ولی در واقع بسیاری از مفروضاتی که باورهای معمولی ناشی از شعور متعارف بر آن متکی است در معرض تجزیه و تحلیل فلسفی قرار می گیرند و وقتی عمیقاً بررسی بشوند معلوم می گردد که خیلی کمتر از آنچه در ابتدا به نظر می رسید محکم، مطمئن، روشن و گویا هستند. و فلاسفه با مطالعه و بررسی این قبیل مسائل خودشناسی را به مردم می آموزند و اغلب به شیوهی بسیار روشن برای مردم توضیح می دهند که آنها واقعاً چه چیزی را باور دارند و چرا دارای چنین باورهایی هستند. همه ما از اینکه مفروضاتمان بررسی بشود و پیش‌فرض‌های فکرمان مورد کندوکاو قرار بگیرد ناراحت می شویم و اگر این کار از حد معینی فراتر برود در برابرش مقاومت می کنیم. به نظر شما چرا مقاومت می کنیم؟ فکر می کنم به این دلیل که مردم دوست ندارن عقایدشان بیش از اندازه وارسی بشود و تا حدودی هم به این جهت که احتمالاً نفس عمل و لزوم آن سبب خودداری از وارسی و مقاومت در برابر آن می‌شود. اگر شما شیوه خاصی از زندگی را فعالانه در پیش بگیرید و دائما از شما بپرسند چرا این کار را می‌کنید، آیا مطمئنید هدف‌هایی که در پیش گرفته‌اید اهداف درستی‌اند؟ آیا اطمینان دارید کاری که انجام می‌دهید به نحوی با پاره‌ای باورهای اخلاقی که باید آنها را حفظ کنید تعارض ندارد؟ آیا مطمئن هستید که بعضی از ارزش‌هایتان با هم متعارض نیستند و شما نمی‌خواهید با این تعارضات روبرو بشوید؟ آیا چنین نیست که وقتی با نوعی بحران و بلا تکلیفی روبرو می‌شوید آنچنان از رویارویی با آن وحشت زده می‌شوید که توجه خود را به چیز دیگری معطوف می‌کنید و می‌خواهید مسئولیت آن را به دوش دولت، مذهب، طبقه و یا سازمان و جماعتی که به آن تعلق دارید بیاندازید؟ آیا تصور نمی‌کنید که باید خودتان مسئولیت آن را بپذیرید؟ این پرسش‌ها شما را از ادامه کار و عمل باز می‌دارد. افلاطون از زبان سقراط می‌گوید که زندگی بررسی نشده ارزش زیستن ندارد. ولی اگر همه افراد جامعه روشنفکران شکاکی بودند که دائما مبانی اعتقادی خود را از نو وارسی می‌کردند دیگر کسی قادر به ادامه زندگی نبود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که مردان کار و عمل پیوسته خود را ارزیابی کنند. پس این کار فلاسفه است که به این قبیل مسائل به طور اخص کنجکاو و علاقمند هستند. ولی از طرف دیگر باید بگویم که اگر پیش‌فرض‌ها بررسی نگردند جوامع متحجر می‌شوند. باورها به صورت عقاید جزمی در می‌آیند. تخیل عقیم می‌ماند و ادراک و تفکر از باروری می‌افتد. اگر ذهن افراد جامعه در بستر راحت جزمیات و عقاید خشک و متعصبانه به خواب برود به تدریج می‌پوسد. اگر قرار است تخیل پویا باشد و فکر و ذهن به کار بیفتد
و خلاق باقی بماند و حقیقت طلبی متوقف نگردد، باید دست کم تا آنجا که جامعه از حرکت باز نایستد پیوسته در صحت پیش‌فرض‌ها و ذهنیات تردید شود و همه چیز مستمراً تحت نظر باشد. برخی از تردیدها و پرسش‌های ناراحت کننده و مزاحم جامعه را به حرکت وامی‌دارد. انسان‌ها و اندیشه‌ها بعضاً از طریق پدرکشی رشد می‌کنند. یعنی هرچند بچه‌ها پدر را نمی‌کشند، لااقل معتقدات او را می‌کشند و به باورهای نوینی می‌رسند. ممکن است چند نمونه از این پیش‌فرض‌ها را بیان کنید؟ مکالمات افلاطون قدیم‌ترین و بارورترین منبع بحث درباره بالاترین ارزش‌ها و کوشش برای تردید کردن در عقل و شعور متعارف است. در رمان‌ها یا نمایشنامه‌های نویسندگان نگران چنین مسائلی هم به نمونه‌های این موضوع برمی‌خورید. قهرمانان نمایشنامه‌های ایبسن یا رمان تورگنیف شب پیش یا دراسترین سفر ای ام فارسر را به یاد بیاورید. شاید فلسفه اخلاق یا فلسفه سیاسی جدید موارد آشناتری به دست بدهد، مثلا صحبت درباره آزادی یا برابری که امروز دنیا را پر کرده. مقدمه اعلامیه استقلال آمریکا را در نظر بگیرید که البته کلماتش عیناً یادم نیست. ما این حقایق را بدیهی می‌دانیم که تمام انسان‌ها برابر آفریده شدند و آفریدگارشان به آنان برخی حقوق واگذار ناشدنی عطا فرموده است، از جمله حق حیات، آزادی و جستجوی خوشبختی. خیلی متشکرم. اما درباره حقوق، حق چیست؟ اگر از یک آدم معمولی در خیابان بپرسید که حق چیست، گیج می‌شود و نمی‌تواند جواب روشنی بدهد. ممکن است بداند پایمال کردن حقوق دیگران یعنی چه، یا معنای این که دیگران حق او را نسبت به چیز خاصی نادیده بگیرند چیست. ولی آیا خود چیزی که به آن تجاوز می‌شود چیست؟ آیا چیزی است که شما در لحظه تولد کسب می‌کنید یا به ارث می‌برید؟ چیزی است که روی شما مهر خورده؟ یکی از ویژگی‌های ذاتی انسان است یا چیزی است که کسی آن را به شما داده؟ اگر اینطور است چه کسی و چگونه؟ آیا حق بخشیدنی است؟ آیا می شود آن را از کسی سلب کرد؟ آیا می توان از حق خود گذشت؟ یا حق چیزی است که مثل نفس کشیدن و فکر کردن بخشی از ماهیت و طبیعت انسان است؟ آیا مقصود از حقوق طبیعی همین است؟ غرض از طبیعت به این معنا چیست و از کجا می دانید که این گونه حقوق چیست؟ مردم در مورد اینکه حقوق چیست با هم اختلاف نظرهای فراوانی داشتند. مثلا در قرن 17 بحث‌های زیادی درباره حقوق انجام می‌گرفت. در انگلستان جنگ داخلی در گرفته بود و یکی از مسائل مورد اختلاف این بود که آیا چیزی به عنوان حق الهی پادشاهان وجود دارد یا خیر. ما امروزه چندان اعتقادی به این موضوع نداریم، اما در آن زمان عده‌ای به آن معتقد بودند و تصور می‌کردند که پادشاهان از حقوق ویژه‌ای برخوردارند، ولی عده دیگری معتقد بودند که چنین حقوقی وجود ندارد. این دو گروه چگونه با هم بحث می‌کردند؟ هر کدام چه دلایلی می‌آوردند؟ چه دلایلی برای مردم قانع کننده بود؟ یکی از نویسندگان فرانسوی در اواخر قرن 17 این سوال را مطرح کرد که اگر پادشاه بخواهد بعضی از اتباع خود را در اختیار پادشاه انگلیس قرار دهد، این اتباع در این مورد چه فکر خواهند کرد؟ پاسخ نویسنده این بود که آنها اصلا حق فکر کردن ندارند و فقط باید اطاعت کنند، چون تابع محضند. پادشاه حق دارد هر طور که خواست با اتباعش رفتار کند. حتی تصور این که اتباع اجازه فکر و چون و چرا درباره تصمیمات پادشاه را داشته باشند به معنای کفرگویی است. خب ما امروز این حرفا را رد می‌کنیم، ولی در آن زمان خیلی از مردم به سلسله مراتب معتقد بودند. یعنی تصور می‌کردند دنیای معنوی و مادی ساختمانی طبقه طبقه است و هر انسانی در این سلسله مراتب دارای جایگاهی مخصوص به خود است و باید وظایفی را که مقام و موقعیتش در هرم بزرگ اجتماعی ایجاب می‌کند انجام دهد. این چیزی بود که مردم صدها سال به آن اعتقاد داشتند. بعد متفکرانی آمدند و گفتند چون این سلسله مراتبی وجود ندارد. انسان‌ها با هم برابرند. آنها یکسان خلق شدند. به هر حال نوع دلایلی که هر طرف ممکن است در چنین مناقشه‌ای بیاورد موضوع صحیحی برای فلسفه است. ممکن است مثالی از یکی از مسائل فلسفی بزنید که مربوط به اخلاق باشد نه سیاست؟ اجازه بدهید داستانی را که یک نفر از تجربه های خود در جنگ جهانی دوم برایم گفته نقل کنم. این شخص یک افسر اطلاعاتی بریتانیا در فرانسه بود که در اواخر جنگ میبایست از فرانسوی خائنی که به چنگ نهضت مقاومت فرانسه افتاده بود بازجویی کند. فرد خائن برای گشتاپو کار کرده بود و نهضت مقاومت میخواست او را اعدام کند. این افسر اجازه گرفته بود که اول از او بازجویی کند، چون دلایلی در دست داشت که مرد خائن ممکن است با اطلاعاتی که به او می‌دهد سبب نجات عده‌ای بیگناه از مرگ و شکنجه شود. افسر اطلاعاتی به دیدن آن مرد که بسیار هم جوان بود رفت. جوان به او گفت: چرا من باید به سوالات شما جواب بدهم؟ میدانم که قصد دارن فردا صبح مرا اعدام کنند. اگر قول بدهید که جان مرا نجات خواهید داد، جواب میدهم. در چنین شرایطی آن افسر میبایست چه کند؟ وظیفه‌اش به عنوان یک افسر اطلاعاتی ایجاب میکرد تا میتواند از آن جوان حرف بکشد، ولی این کار فقط با دروغ گفتن امکان داشت.
فایده نداشت بگوید من نهایت سعی خودم را میکنم که آنها را از کشتن تو منصرف کنم یا چیزی از این قبیل. اگر میگفت من جانت را نجات خواهم داد به شرطی که حرف بزنی، میتوانست اطلاعاتی کسب کند که از طریق آن جان رفقایش یا افسرهای بریتانیا یا افراد بیگناهی را نجات بدهد. البته اگر این کار را میکرد، جوان وقتی پی میبرد که فریب خورده، در لحظه مرگ نفرین نثارش میکرد. به نظر من این یک مشکل اخلاقی است. کسی که سودمندی را اصل قرار بدهد ممکن است بگوید خب برای خوشی و خوشبختی انسان و کاستن از رنج و بدبختی او باید دروغ گفت، ولی ممکن است ملاحظات دیگری در بین باشد، مثلا احکام مذهبی تخطی ناپذیر یا ندای وجدان یا رابطه یک انسان با انسان دیگر. یکی از قهرمانان داستایفسکی میگوید اگر از من بپرسند آیا حاضری خوشبختی میلیون ها انسان را به بهای شکنجه فقط یک کودک بیگناه بخری، میگویم نه. آیا این پاسخ مطلقاً اشتباه است؟ پیروان اصالت سودمندی مجبورند بگویند بله، هم اشتباه است و هم آمیخته به احساسات سطحی، ولی مردم اینطور فکر نمی کنند. آنها فکر می کنند انسان حق دارد بگوید من یک کودک بیگناه را شکنجه نخواهم کرد. نمیدونم بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. کارهایی هست که صرف نظر از اینکه انجامش به چه بهایی تمام می شود، روانیستی چه انسانی بکند. پس در اینجا دو نوع فلسفه متعارض داریم. یکی بر اصالت سودمندی مبتنی است و دیگری بر قواعد مطلق پیریزی شده. کار فیلسوف اخلاقی نیست که بگوید کدام یک را انتخاب کن، بلکه کار او این است که دلایل له و علیه نتایج مختلف را بسنجد و میانشان داوری کند و شکل‌های مختلف و متعارض زندگی و غایات عمر و احیاناً قیمت هر کدام را روشن کند. و البته در نهایت این خود فرد است که باید کاری را که به نظرش درست است انجام دهد. به نظر من یکی از چیزهایی که باعث حیرت مردم عادی می شود و طبعا آنها را فرازی می دهد این است که می بینن بخش اعظمی از مباحثات فلسفی به خصوص در عصر حاضر درباره الفاظ و زبان است. ممکن است طوری که افراد غیر متخصص هم توجیه بشوند علت را توضیح بدهید. نمیدانم، به هر حال سعی می کنم. بعضی از فلاسفه جدید از این جهت که موضوع به مردم مربوط می شود به خودشان لطمه زدند. مردم هم فکر می کنند که لابد این کاری پیش پا افتاده است، چون اگر همونطور که فرهنگ نویسان و زبان شناسان با زبان سر و کار دارند فلاسفه هم درگیر این مسائل باشند، مسلماً فرهنگ نویسان و زبان شناسان در این کار از فلاسفه غیر حرفه‌ای ماهرترند. ولی فلاسفه حقیقتاً سر و کارشون با زبان است، چون معتقدند که ما در قالب واژه‌ها فکر می‌کنیم و واژه خودش گاهی به معنای عمل و کردار است. بنابراین بررسی زبان مساوی با بررسی فکر است. وقتی کسی با این مسائل دشوار فلسفی روبرو می شود که پاسخ آشکاری ندارند، ممکن است برای شروع کار از خودش بپرسد این چگونه سوالی است؟ ما دنبال چه نوع جوابی می گردیم؟ آیا این سوال از فلان قسم است یا از قسم دیگر؟ تجربی است یا منطقی است یا مخلوطی از این دو یا هیچ کدام؟ سوا کردن تصورات و مقولات به این ترتیب کار نسبتاً مشکلی است، ولی همه ی فلاسفه خوب صرف نظر از این که چه اسمی روی آن بگذارند این کار را کردند و می کنند. هیچ عیبی ندارد که نام آن را نظم و سامان دادن به آشفتگی ها بگذاریم. البته سوای این که کسانی که متوجه نبودند یا سوء نیت داشتند گمراه شدند. این قبیل آشفتگی ها به آشفت فکری می انجامد و آشفت فکری هم به وحشیگری در عمل. بسیاری از عقاید نازی ها درباره نژاد از این نوع آشفت فکری ها این گونه آشفت فکری ها از پاره جهات منشأ تجربی داشت و از بعضی جهات هم نداشت. برای نازی ها این ذهنیت وجود داشت که پاره ای از انسان ها ذاتاً پستر از دیگرانند، مثل یهودیان یا کولی ها یا اسلاف ها و امثال آنها، بنابراین باید نابود شوند. خب این فکر که آنها برای جامعه خطرناکند و باید نابود شوند بدون تردید ناشی از عقاید نادرست تجربی در مورد این قبیل افراد بود. ولی مقصود از انسانیت چیست؟ این که طبیعت انسان به چه معنایی است؟ چه چیزی فرد انسانی را می‌سازد و عالی‌تر و پست‌تر بودن چگونه چیزی است؟ اینها همه مسائل فلسفی اند نه تجربی. بعضی از فیلسوفان زبان مدعی شدند که به وسیله تحلیل نحوه استفاده ما از زبان ما را از افسون آن آزاد می‌کند. به عبارت دیگر کسی که افسون زده زبان است مایی نه آنها. و تحلیل کاربرد نادرست معذبان ما را از این اسارت آزاد می‌کند. بله، در واقع این یکی از بزرگترین خدماتشان به بشر بوده است و به این جهت کسانی که می‌خواهند نحوه استفاده اولیه از زبان همچنان حفظ شود و می‌ترسند که مبادا تحلیل آن به تضعیف تأثیرش بیانجامد، این گونه فلاسفه را مردمی خطرناک می‌دانند. هاینه میگفت فیلسوف آرام و ساکت را در کتابخانه‌اش دست کم نگیرید، چون ممکن است بسیار قوی و نیرومند باشد. اگر او را صرفاً آدم فضل فروشی سرگرم کارهای پیش پا افتاده بدانید، قدرتش را نادیده گرفته اید. اگر کانت عقاید متکلمان عقلی مشرب را بی اعتبار نکرده بود، روبسپیر گردن شاه را نمی زد.
هاینه به فرانسوی ها هشدار میداد که فلاسفه ایدئالیست آلمانی یعنی پیروان فیشته و شلینگ افراد معتقد و متعصبی هستند که نه ترس مانع آنها می شود نه لذت جویی. آنها روزی خشمناک به پا خواهند خواست و یادگارهای بزرگ تمدن غرب را با خاک یکسان خواهند کرد. وقتی این یورش بزرگ فلسفی اروپا را به ورطه جنگ و ویرانی سرنگون کند، انقلاب کبیر فرانسه در مقایسه با آن بازی کودکانه‌ای به نظر خواهد رسید. به نظر من در مسائلی از این قبیل که فلسفه آنها را مطرح می‌کند، یک بچه اشتراک وجود دارد. وقتی فرزند سوال می‌کنیم که حق چیست، آیا درباره یک واژه تحقیق می‌کنیم یا به تفحص در مورد ماهیت یک موجود انتزاعی می‌پردازیم که گرچه انتزاعی است ولی به هر حال وجود دارد. منظورم اینه که حق نه چیست؟ نه الزاماً. نه نه، فکر می‌کنم منظور شما این است که چطور ما پی می‌بریم که چه نوع دلایلی منجر به قبول این قضیه می‌شود که شما فلان حق را دارید. مثلا حق خوشبختی یا برعکس فلان حق را ندارید. به خاطر دارم جایی می‌خواندم که روزی شخصی از مارتین لوتر پرسید انسان‌ها استحقاق خوشبخت شدن را دارند یا هدف زندگی خوشبختی است. او گفت خوشبختی؟ نه. و اضافه کرده بود لایدن لایدن کرویتس کرویتس، یعنی رنج بردن رنج بردن، صلیب صلیب. این معنا محور بعضی از شکل‌های دین مسیح است و یکی از عمیق‌ترین اعتقادها و دیدگاه‌هایی است که بسیاری از انسان‌های عمیق آن را پایه زندگی خودشان قرار دادند. مسلماً حرف پیش پا افتاده ای نیست. می توانید بگویید سر و کار ما اینجا با الفاظ است. شاید الفاظ کلیدی. بله، می توانید بپرسید کلمه رنج یعنی چه؟ لفظ صلیب یعنی چه؟ ولی مسئله این نیست. ما اینجا متخصص دستور زبان نیستیم یا فرهنگ نویس که معنای این واژه ها را پیدا کنیم. فایده ای هم ندارد به لغتنامه مراجعه کنیم. ولی مسئله هنوز کاملا روشن نیست. اگر قصد شما پی بردن به معنای الفاظ به این مفهوم نیست، پس ماهیت چیزی که می خواهید با آن برسید دقیقاً چیست؟ بعضی از بزرگترین نوابغ تاریخ بشر این سوالات را 3000 سال بررسی کردن بدون اینکه پاسخهایی مورد قبول عموم پیدا کنن. شاید اصولا پاسخ نداشته باشن. شاید چیزی که جستجو میکنه اساسا وجود ندارن. بگذارید از خودمان بپرسیم چه نوع سوالاتی جواب دارند. این سوالات به دو دسته بزرگ تقسیم میشوند که با اطمینان کامل میتوانیم آنها را در طبقه بندی فوق قرار دهیم. یک دسته سوالات عادی تجربی است، یعنی سوالات مربوط به اینکه در دنیا چه چیزهایی هست یا سوالاتی که در مقوله علوم مختلف میگنجد. آیا در استرالیا قوی سیاه وجود دارد؟ بله وجود دارد، چون در آنجا دیده شده است. آب از چه چیزی ساخته شده است؟ از انواع معینی مولکول. خود مولکول ها از چه ساخته شدند؟ از اتم ها. در این موارد در محدوده گفته های قابل تحقیق یا قابل رد و تکذیب هستیم. شعور عادی هم همینطور عمل می کند. پنیر کجاست؟ در گنجه. از کجا می دانی؟ برای اینکه دیدم. این حرف برای آن سوال جوابی کاملا کافی تلقی می شود. در شرایط عادی هیچ یک از ما درباره اش شک نمی کنیم. به این سوالات می گویند سوالات تجربی، سوالات مربوط به امور واقع که یا به حکم شعور عادی و عقل سلیم حل و فصل می شوند و یا در موارد پیچیده تر با مشاهده کنترل شده، با آزمایش، با تایید فرضیه ها و مانند آن. پس این یک جور سوال است. نوع دیگر سوالاتی است که ریاضیدانان یا منطقدانان مطرح می کنند. در آنجا شما بعضی تعریف ها و بعضی قواعد درباره استنتاج غذایا از غذایای دیگر و قواعد انتاج را میپذیرید که به شما امکان میدهد تا از مقدمات به نتیجه برسید. همچنین مجموعه هایی از قواعد وجود دارد که مطابق آنها نسبت های منطقی بین غذایا را میشود بازبینی و امتحان کرد. این امر به شما هیچ اطلاعی درباره جهان نمیدهد. مقصودم رشته های سوری است که به نظر میرسد هیچ رابطه ای با مسائل مربوط به واقعیت نداشته باشند، مثل ریاضیات، منطق و شطرنج. برای یافتن پاسخ این گونه پرسش ها دیگر از پنجره به بیرون یا داخل گنجه نگاه نمی کنید. اگر از شما بپرسم که از کجا می دانید که در شطرنج شاه هر بار فقط یک خانه حرکت می کند، فایده ای ندارد که جواب بدهید این نظر شماست. من خودم یک شب داشتم به صفحه شطرنج نگاه می کردم و به چشم خودم دیدم که شاه دو خانه حرکت کرد. چون این حرفی رد قضیه‌ای که من بیان کردم تلقی نمی شود. چون حرف من در واقع این است که قاعده‌ای در شطرنج وجود دارد که به موجب آن شاه می تواند هر بار فقط یک خانه حرکت کند، وگرنه آن قاعده نقض می شود. از کجا بدانیم آن قاعده راست است؟ قاعده از نوع اظهاراتی نیست که راست باشد یا دروغ. قاعده صرفاً قاعده است، یا آن را می پذیرید یا نمی پذیرید. ریاضیات و سایر رشته های سوری بر این اساس کار می کنند. سوالات دیگری هم هستند که با این روش نمی توان به آنها پاسخ داد. برای یافتن پاسخ این دو دسته از پرسش های تجربی و سوری، همونطور که گفتم، روش های مشخصی وجود دارد. شما ممکن است پاسخ فلان سوال تجربی را ندانید، ولی می دانید که چه نوع پاسخی مناسب آن سوال است. فرضاً اگر بپرسم سزار چند سال عمر کرد، ممکن است پاسخ را ندانید، ولی می دانید که از چه راهی می توانید پاسخ را پیدا کنید. می دانید به چه کتاب
اروپایی باید رجوع کنید و دنبال چه شواهد و مدارکی بگردید؟ اگر بپرسم آیا در تایلند پرندگانی وجود دارند که قادر به پرواز نباشند، ممکن است پاسخش را ندانید، ولی میدانید که چه روشی شما را به پاسخ میرساند. این موضوع در مورد ستاره شناسی هم مصداق دارد. نمیدانید آن طرف ستاره دنبال دار چه شکلی است، چون هرگز آن را ندیده اید، ولی میدانید که اگر میتوانستید به آنجا پرواز کنید، احیانا آن را میدیدید. در رشته های سوری هم مسائل حل نشده ای وجود دارد، ولی در آنجا هم روش های پذیرفته شده ای برای حل آن مسائل هست. می دانید که مسائل ریاضی را نمی شود با نگاه کردن، دست زدن یا گوش کردن حل کرد. محاسبات ریاضی در مقوله تجربه نمی گنجد. در مورد مسائل فلسفی، انسان در وهله اول نمی داند چگونه و کجا دنبال پاسخ بگردد. فرض کنید شخصی از شما بپرسد خیر چیست یا هدف از زندگی بشر چیست؟ آیا ما باید در پی لذت باشیم یا به دنبال عدالت و حقیقت، ولو اینکه به شادی و لذت ما منجر نشود؟ چطور می‌خواهید به این سوالات پاسخ بدهید؟ اگر کسی بپرسد منظور شما از واقع چیست، واقعیت را از ظاهر و نمود چگونه تشخیص می‌دهید، یا دانش چیست، ما چه می‌دانیم؟ آیا به جز دانش ریاضی چیز دیگری هست که ما در مورد آن یقین داشته باشیم؟ از کجا بدانیم که چیزی را به یقین می‌دانیم؟ شما به خوبی می‌دانید که علم یا رشته‌ای وجود ندارد که با اتکای به آن بتوان گفت کارشناسانی هستند که می‌توانند به شما بگویند خیر چیست، حق چیست، قادر باشند به شما بگویند که آیا همه چیز موجب به علیت است یا نه، آیا خوشبختی هدف صحیح زندگی انسان هاست یا نه. باید به حرف آنها گوش کنید. البته یک ریاضیدان می‌تواند به سوالات ریاضی پاسخ بدهد، ولی تصور نمی‌کنم گمان کنید که اخلاقیون یا فلاسفه خطاناپذیری باشند قادر به دادن آنچنان پاسخ‌های مطلقاً روشنی که هر آدمیزادی که از استدلال‌هایشان سر در بیاورد ملزم به قبول شود. این سوالات از همان ابتدا معما برانگیز هستند، یعنی نمیدانیم کجا باید به سراغ پاسخ آنها برویم. اگر افراد عادی این سوالات را از خودشان بپرسند، دچار نوعی فشار ذهنی میشوند و تا زمانی که از این پرسش ها دست بر ندارند، این فشار همچنان ادامه خواهد داشت. سر ایزایا، شما ما را به موضوعی آنقدر بنیادی رساندید که میل دارم پیش از برداشتن حتی یک قدم دیگر به جلو این موضوع را تحکیم و تقویت کنم. اگر درست فهمیده باشم، فرمایش شما این است که موجودات انسانی اغلب دو قسم سوال در جستجوی معرفت کردن. در وهله اول سوالاتی درباره جهان، چون انسان دائما میخواهد از محیطش سر در بیاورد و بر آن تسلط پیدا کند. و این پرسش ها درباره جهان نهایتا فقط ممکن است با نگاه کردن پاسخ داد، یعنی با پژوهش، مشاهده، آزمون، آزمایش و مانند اینها. این گونه پرسش ها به امور واقع مربوط می شوند. نوع دوم پرسش ها انتزاعی تر یا سوری ترند، مثل سوالات مربوط به ریاضیات یا منطق، یا همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید بازی ها. این قسم پرسش ها با نسبت های متقابل بین چیزهایی در درون دستگاه های سوری سر کار دارند و بنابراین نمی توان با نگاه کردن به جهان با آنها پاسخ داد. یکی از دستگاه های سوری بسیار مورد استفاده در زندگی روزانه علم حساب است که به معنای حقیقی هر روز از آن برای شمردن و تعیین و غیره استفاده میکنیم. پس سوالاتی که میدانیم چگونه با موفقیت با آن دست و پنجه نرم کنیم به دو دسته بزرگ تقسیم میشوند: سوالات تجربی که مستلزم نگاه کردن به امور واقع است، و سوالات سوری که مستلزم ربط دادن چیزی به چیز دیگر در درون دستگاه سوری است. تقریبا همه سوالات و بنابراین تقریبا همه معرفت در یکی از این دو سبد قرار میگیرد، اما پرسش های فلسفی در هیچ یک از این دو سبد قرار نمیگیرد. سوالی مثل حق چیست نه با نگاه کردن از پنجره به بیرون جواب داده می شود و نه با بررسی انسجام و همسازی درونی یک دستگاه سوری. بنابراین نمی دانید که از چه راهی در پی جواب بروید. فلسفه از جایی شروع می شود که سوال مزاحم و سمجی داشته باشید، بدون درک روشنی از اینکه چگونه به جستجوی جواب بروید. شما مطلب را خیلی بهتر از من، ولی شما اولان را مطلب نه من بیان شما را قبول دارم، به مراتب بهتر است، خیلی خوب. ولی به هر حال این سوال مزاحم و سمج هنوز هست که تکلیف ما با سوالاتی که نمیدانیم چگونه با آنها پاسخ بدهیم چیست. نمیدانیم چطور جواب این سوالات اساسی رو پیدا کنیم. خب باید بپرسید چرا ما متفکرانی را که به این مسئله پرداختند ستایش میکنیم. به نظر من از آنها ستایش میکنیم، چون این مسائل را به گونه‌ای بازگویی کردند که برخی از پاسخ‌ها لااقل خردپسندانه به نظر برسند. وقتی برای کاری روش جا افتاده‌ای وجود نداشته باشد، آنچه از دستتان بر بیاید انجام میدهید، یعنی مسئله را به نحوی حل میکنید. میگویید وقتی میپرسم آیا برای همه چیزها غایت و مقصودی هست، این چه قسم سوالی است؟ من پی چه نوع جوابی میگردم؟ چه قسم استدلال هایی مرا به این فکر میرساند که فلان جواب خاص راست است یا دروغ؟
فلسفه یعنی همین. فارسر گفته است که همه چیز مانند چیزی است. خود این چیز مانند چیست؟ در مورد پرسش‌های فلسفی تمایل به این است که از سوال درباره چنین چیزی شروع کنیم. وقتی روش مشخصی برای انجام کاری وجود ندارد، ما هر چه بتوانیم انجام می‌دهیم. از لحاظ تاریخی آنچه به نظر می‌رسد اتفاق افتاده باشد این است که بعضی سوالات مهم و حساس به ظاهر در این وضع دوگانه قرار گرفتند. مردم عمیقاً درباره آنها نگران بودند و حق هم داشتند، چون این پرسش‌ها به بالاترین ارزش‌ها مربوط می‌شدند. اما جزمندیشان نگران این گونه سوالات نبودند، ولی از طرف دیگر شاید همیشه مردمی بودند که نسبت به این امور شک می‌کردند و از خودشان می‌پرسیدند که چرا باید این پاسخ‌ها را بپذیریم. عده‌ای می‌گویند که چنین و چنان است، ولی آیا مطمئنیم که می‌دانند؟ چطور یقین داشته باشیم که این عده می‌دانند؟ به نظر می‌رسد به اشخاص مختلف پاسخ‌های مختلف می‌دهند. کدام یک درست است؟ بعضی از پرسش‌ها طوری مجدداً بیان شدند که از لحاظ تاریخی در یکی از دو سبد قرار گرفتند. اجازه بدهید منظورم را روشن‌تر بیان کنم. مثلا نجوم را در نظر بگیرید. در قرن 14 میلادی کاملاً معقول بود که ستاره‌شناسی یکی از موضوعات فلسفی تلقی شود، چون نه صرفاً تجربی بود و نه سوری. تصور می‌شد که سیاره‌ها ضرورتاً مدارهای دایره‌ای دارند، زیرا دایره شکلی در حد کمال است. حال این قضیه که دایره شکل کاملی است نه تجربی است نه سوری، چون نه از طریق تجربه قادر به اثبات آن هستیم نه از طریق ریاضی. پس قطعاً یک حقیقت متافیزیکی است. تا وقتی مردم می‌دانستند که ستاره ها باید به طرز خاصی رفتار کنند و خورشید هم باید کار خاصی انجام بدهد، تا هنگامی که مردم مدعی علم به این قبیل موضوعات بر پایه دلایل متافیزیکی یا کلامی بودند، کاملاً صحیح بود که نجوم رشته ای فلسفی دانسته شود. چنان که همه می‌دانند، نجوم به تدریج به یکی از علوم تجربی بدل شد، پیش‌فرض‌های متافیزیکی را کنار گذاشت و امروز یکی از شاخه‌های علوم طبیعی است و دیگر فلسفی نیست. یکی از امور جالب نظر این است که فلسفه در سیری که داشته دائما بعضی قسمت‌های خودش را در یکی از آن دو سبد تجربی یا سوری انداخته است. تصور می‌کنم همکار فقید من آستین بود که در بیان این قضیه می‌گفت خورشید فلسفه به تدریج توده‌های عظیمی گاز سوزان بیرون می‌دهد و این توده‌ها خودشان سیاراتی می‌شوند و زندگی مستقلی پیدا می‌کنند. نمونه‌های بزرگی از این جریان در تاریخ فلسفه دیده می‌شود. مثلا اقتصاد تا زمانی که با مقدار زیادی از فرضیات متافیزیکی آمیخته بود بخشی از فلسفه بود، ولی بعد به تدریج حوزه پژوهش مستقلی شده است. ولی حتی در اوقاتی که حوزه‌های مختلف پژوهشی مثل اقتصاد یا اخترشناسی یا دیروز زبانشناسی به امروز زبانشناسی جدا و منشعب شده، هم باز فلسفه هر یک از این رشته‌ها باقی مانده است. در هر زمینه از فعالیت پاره اصطلاحات اساسی یا بهتر بگویم مفاهیم بنیادی وجود دارند که مردم به کار می‌برند. فیزیکدان‌ها دائما از نور، جرم، انرژی، سرعت، گرانش، حرکت، اندازه‌گیری و زمان حرف می‌زنند. سیاستمداران دائما اصطلاحاتی مانند آزادی، برابری و عدالت اجتماعی به کار می‌برند. حقوق‌دان‌ها و وکلا دائما از الفاظی مانند جرم، بیگناهی و باز عدالت، منتها به معنای دیگر استفاده می‌کنند. معمولاً کسانی که عملاً در چنین زمینه‌هایی درگیرند برای بحث درباره اصطلاحاتی که به کار می‌برند چندان وقتی صرف نمی‌کنم. تصور می‌کنم کمتر فیزیکدانی در سرتاسر زندگی خود حتی یک بار هم با فیزیکدان دیگری در این باره وارد بحث بشود که نور چیست یا مقصود از انرژی چیست. بعد ناگهان شخصی پیدا می‌شود و می‌گوید: بله قبول، منظورتان دقیقاً از نور چیست؟ مقصودتان از اندازه‌گیری چیست؟ وقتی چیزی را اندازه می‌گیریم چیکار می‌کنیم؟ این آدم همان کسی است که به او می‌گوییم فیلسوف علم و اسم این گونه بحث‌ها را می‌گذاریم فلسفه علم. فیلسوف سیاسی میگوید منظورتان از آزادی دقیقاً چیست؟ برابری چیست؟ حتی فیلسوف حقوق هم داریم که میپرسد منظور از عدالت چیست؟ قطعاً یکی از زمینه‌های فعالیت فلسفه تحلیل مفاهیم اساسی است که در سطوح مختلف تفکر و فعالیت انسان مورد استفاده قرار میگیرد. تصور میکنم آیا هیچ وقت به این موضوع توجه کردیم که سوالهایی مانند نور چیست، خوب چیست، زمان چیست، چقدر شبیه سوالهای بچه هاست؟ بله، بسیاری از اوقات به این فکر کردم. بچه ها معمولا نمیپرسند زمان چیست،
تصور میکنم چیزی از این قبیل میپرسند که چرا من نمیتوانم ناپلئون را ببینم. پدر به او میگوید نمیتوانی چون او مرده. بچه میگوید چرا چون مرده من نباید او را ببینم. پدر اگر آدم فهمیده ای باشد توضیح خواهد داد که مرگ ناپلئون به متلاشی شدن بدنش در خاک انجام میده و مواد اصلی آن پراکنده شده است و دیگر نمیشود او را زنده کرد. ولی بچه هم اگر با شعور باشد میپرسد چرا کسی نمیتواند دوباره همه ذره ها را به هم وصل کند. بعد احیانا پدر باید سخنرانی مختصری راجع به فیزیک یا زیست شناسی کند و تازه بچه ممکن است بگوید نه نمیخواهم ناپلئونی را که دوباره به هم وصل شده ببینم، میخواهم به عقب برگردم و او را آنطوری که در نبرد اوسترلیتس بوده ببینم. پدر میگوید نمیتوانی چون نمیتوانی در زمان به عقب برگردی. چرا نمیتوانم؟ اینجا دیگر یک مسئله فلسفی داریم. مقصود از نتوانستن در اینجا چیست؟ آیا قادر به برگشت در زمان نبودن یا همان نتوانستنی که میگوییم دو دو تا نمیتواند بشود هفتا، یا نمیتوانید ساعت دو بعد از نیمه شب سیگار بخری چون برخلاف قانون است، یا این نتوانستن بیشتر شبیه نتوانستن در جمله است مانند نمیتوانم به خاطر بیاورم یا نمیتوانم قد خود را دو متر و نیم کنم چون فقط دلم میخواهد؟ این چه قسم نتوانستن است یا چه جور باید است؟ بعد بلافاصله غرق در فلسفه میشویم. کسی ممکن است به آن بچه بگوید میتوانی به دلیل ماهیت زمان، ولی بعد آدم فیلسوف مشربی خواهد گفت نه نه، چیزی به اسم زمان وجود ندارد. زمان صرفا کلمه ایست برای بیان آنچه در قبل، بعد و یا همزمان اتفاق میافتد. کسی که طوری صحبت کند که گویی زمان هم یکی از انواع چیزهاست به دام متافیزیک افتاده است. کمتر پدری حاضر است اینطور با بچه‌اش صحبت کند. معمولا به او میگوید ساکت، سوالات لوس و بیمزه نکن، برو پی کارت. ولی این از آن سوالاتی است که دائما مطرح میشوند و فیلسوف کسی است که حوصله اش سر نمیرود، عصبانی نمیشود و حاضر به دست و پنجه نرم کردن است. البته بچه‌ها عاقبت طوری شرطی میشوند که جلوی این قبیل سوالاتشان را بگیرند و تأسف در این است. بچه‌هایی که کاملا اینطور شرطی نشوند گاهی فیلسوف میشوند. تصور میکنم لازم است در این باره بیشتر صحبت کنیم، چون یکی از دشوارترین امور برای غیر اهل فلسفه این است که چطور ممکن است تلاش برای پاسخ گفتن به مسائل فیصله ناپذیر واقعا به کسی کمک کنند. بیشتر چه اینها مسائل فیصله ناپذیر نیستن. نه نه، اینها مسائل فیصله ناپذیر نیستن. به هر حال میتوان راهی به سوی پاسخ آنها گشود. گاهی با روشن کردن مفاهیم پی میبرید که نحوه طرح مسئله غلط بوده است. بعضی اوقات متوجه میشوید که مسئله تجربی است که با مسئله سوری درآمیخته. اجازه بدهید مثال دیگری از فلسفه اخلاق بیاورم. اکثر مردم در همه عمر به ناچار با مشکلات اخلاقی دست و پنجه نرم می کنند. فرض کنید مسئله بعضن اخلاقی و بعضن سیاسی طرح کنیم که در بیمارستان ها مشکلی نسبتاً عادی است. دستگاه کلیه مصنوعی بسیار گران و تا اندازه کمیاب است. خیلی از مردم از بیماری‌های کلیوی رنج می‌برند و استفاده از این دستگاه برایشان حساس‌ترین چیزهاست. سوال این است باید از این دستگاه فقط برای افراد مهمی استفاده کنیم که به نظر ما سود فراوان به جامعه می‌رسانند؟ اگر دانشمند بزرگی مبتلا به بیماری کلیه داشته باشیم، آیا باید تنها دستگاهی را که در اختیار داریم برای او کنار بگذاریم؟ اگر کودکی در آستانه مرگ باشد و این دستگاه بتواند او را نجات بدهد، چطور باید از آن دو نفر یکی را انتخاب کنیم؟ چه باید بکنیم؟ کدام یک از این دو نفر سود بیشتر به جامعه خواهد رساند؟ این واقعا سوال زجرآوری است. فیلسوف اخلاق برای این نیامده که به این پرسش جواب بدهد و بگوید دانشمند بزرگ را نجات بدهید یا بچه را. ممکن است به عنوان یک انسان چنین حرفی بزند، ولی اگر مضافاً یک فیلسوف اخلاق ورزیده ای هم باشد، در مقامی است که به شما بگوید چه نوع ملاحظاتی در کار است. خواهد گفت هدف شما چیست؟ آیا فقط نگران خوشبختی نوع بشرید؟ آیا این تنها ملاحظه شماست؟ اگر هست شاید بشود گفت نجات دادن دانشمند درست است، چون او احتمالاً بیش از این بچه هر قدر هم معصوم باشد سود عاید خواهد کرد. یا اینکه معتقدید که همه انسان‌ها بعضی حقوق بنیادی برابر دارند و متساویان استحقاق نجات دارند و کسی نباید حتی بپرسد که کدام یک از این دو نفر مهم‌تر است. آیا فکر شما این است؟ اگر هست پس اینجا تعارض ارزش‌ها وجود دارد. از یک سو شما به افزایش خوشبختی بشر معتقدید، اما از سوی دیگر اعتقاد دارید که درجه بندی حق حیات و سایر حقوق بنیادی و در نتیجه ایجاد سلسله مراتبی از حقوق به جای برابری نادرست است. هر دو را نمی توانید بخواهید. این دو هدف با هم در تعارضند. وقتی در آن مثال دستگاه کلیه مصنوعی گفتیم که یک فیلسوف ورزیده اخلاق به ما نمیگوید که چه کنیم، در واقع چیزی فرمودید که از نظر بحث فعلی ما فوق العاده مهم است. خیلی از مردمی که به فلسفه روی می آورند می
میخواهند کسی با آنها بگوید که چطور زندگی کنند یا توضیحی درباره دنیا و همراه با آن توضیحی در خصوص زندگی دریافت کنند. اما به نظر من اینکه بخواهیم کسی به ما بگوید که چطور زندگی کنیم مساوی با انکار مسئولیت شخصی است. ما نباید بخواهیم کسی چنین چیزی به ما بگوید و بنابراین نباید در جستجوی جوابهای قطعی به فلسفه رو کنیم. این یک سر فرق دارد با اینکه در پی روشن شدن زندگی خودمان باشیم یا روشن شدن موضوعاتی که در بعضی مشکلات خاص در کار است. من چه شما میگویید بسیار دردناک است، ولی من با آن موافقم. اغلب مردم جواب میخواهند. تورگنیف گفته است که یکی از گرفتاری‌های من و یکی از دلایلی که بعضی از خوانندگان از رمان‌های من عصبانی می‌شوند این است که خواننده روسی این عصر می‌خواهد کسی به او بگوید که چطور زندگی کند. می‌خواهد اطمینان داشته باشد که قهرمان کیست و آدم شرور و خبیث کدام است. ولی من این کار را نمی‌کنم. تولستوی، داستایفسکی و نویسندگان بسیار دیگری هم شکی در این باره باقی نمی‌گذاشتند. اما تورگنیف میگوید کار من فقط نقاشی چهره انسان هاست آنطور که به چشم من میآیند. من در صدد هدایت خواننده نیستم. به او نمیگویم که خودم هوادار کدام طرفم و این باعث سرگردانی مردم میشود و مردم از چنین چیزی متنفرند. نه فیلسوف اخلاق وظیفه دارد که مردم را در زندگی راهنمایی کند و نه رمان نویس. وظیفه فیلسوف اخلاق این است که مردم را با مسائل مورد اختلاف روبرو کند و بگوید که بر اساس معتقداتشان چه راهی را و به چه دلیلی میتوانند انتخاب کنند. در جهان امروز فلسفه معروفی وجود دارد که احتمالاً پرنفوذترین و بحث‌انگیزترین فلسفه هاست و پاسخ همه سوال‌ها را به مردم می‌دهد و کامل‌ترین توضیح را درباره دنیا و تاریخ زندگی فراهم می‌کند و به هر چیز و هر کسی مقصودی اختصاص می‌دهد. نام این فلسفه فلسفه مارکسیسم است. به نظر شما این ویژگی آن را از سایر اقسام فلسفه متمایز می‌کند؟ مارکسیسم از این جهت از سایر اقسام فلسفه متمایز است که خودش اصلاً فلسفه نیست، بلکه یک نظریه تاریخی است و درباره اینکه انسان چگونه از قدیمترین ایام تکامل پیدا کرده بحث می کند و معتقد است این سیر تکاملی به رشد توان انسان در تولید کالاهای مادی بستگی داشته. مارکسیسم می گوید قوانین معینی وجود دارد و اگر کسی این قوانین را بشناسد علت رخداد پدیده‌های مختلف را در می یابد. می فهمد که چرا در روی نقشه اجتماعی در جایگاه خاصی ایستاده و عقاید خاصی دارد، چون متعلق به طبقه خاصی است و آن معتقدات مختص آن طبقه معین است و در تضاد و تعارض با طبقه دیگر قرار دارد. به عبارت دیگر عقاید هر کس را موقعیت آن شخص در مبارزه طبقاتی تعیین می کند. پس می توان ادعا کرد که مارکسیسم نظریه تجربی تاریخی است. البته مارکسیست ها مدعی‌اند که این طور نیست، ولی مارکسیسم کوششی است در جهت ایجاد علم رشد و توسعه انسان. در واقع نوعی جهانشناسی در سطح فیزیک، شیمی و زیست شناسی است. البته آنها از مفاهیم و ردبندی‌های متفاوتی استفاده می‌کنند، ولی به هر حال مارکسیسم علم است نه فلسفه و بر اساس مفاد این علم وقتی کسی بداند که چطور جامعه انسانی رشد می‌کند می‌تواند بهتر زندگی کند. درست مثل این است که کسی فیزیک خوانده باشد. اگر فیزیک بدانید، شیمی بلد باشید یا زیست شناسی خوانده باشید بهتر می‌توانید دنیا را تغییر دهید و طبعاً اسیر نیروهای ناشناخته‌ای که پیش‌فرض‌های شما را تحت تأثیر قرار بدهد نمی‌شوید. این همان چیزی است که مارکسیسم ادعای دستیابی به آن را دارد و این اطلاعات جنبه فلسفی ندارد، بلکه صرفاً نظریه تجربی در زمینه رشد و توسعه از دیدگاه تاریخی است. مارکسیسم مدلی از جامعه، مدلی از تاریخ و به این ترتیب مدلی از مناسبات انسان با انسان است. و این امر صرف نظر از شأن فلسفی مارکسیسم سوالی برای من پیش می آورد که می خواهم مطرح کنم. و آن مسئله جایگاه مدل در تفکر است و همچنین اهمیت انتقاد از مدل ها که فعالیتی فلسفی است. همونطور که گفتم یکی از وظایف فلسفه و فیلسوفان روشن کردن مفاهیم است. البته این فقط یکی از وظایف است. در واقع مفاهیم ابزار و مصالح اندیشه ما هستند. ولی ما در تفکر خود از مصالح استفاده نمی کنیم، بلکه از طرح ها یا مدل ها استفاده می کنیم. دی جامعه را نوعی ماشین تصور میکنند که به دست افراد بشر به منظور بعضی کارها به هم وصل شده است و بخش‌های مختلف آن به بعضی شیوه‌های معین به هم متصلند. دیگران جامعه را قسمی موجود زنده میدانند، چیزی که مثل موجودی زنده رشد میکند و همان نفع که یک رخت بلوط از یک دانه میروید. اینکه ما جامعه را نوعی ماشین یا قسمی موجود زنده تصور کنیم نتایج عظیمی خواهد داشت، زیرا بر حسب اینکه کدام یک از این دو مدل بر افکار شما مستولی باشد در خصوص حکومت و سیاست و مانند آن نتایج بسیار مختلفی خواهید گرفت. به نظر شما آیا یکی دیگر از وظایف فیلسوف بررسی منتقدانه مدل‌های تفکر ما نیست؟ بله، من این حرف درست به نظر می‌رسد. مارکسیست تئوری انقلاب را شالوده مدل‌هایش قرار می‌دهد و در مورد هر فکر و واقعیتی اعمال می‌کند.
ولی مارکس شخصا به این حقیقت واقف بود و طبعا به آن افتخار هم میکرد که راهی را که میتوان توسعه اجتماعی خواند و شبیه راهی است که داروینیست در محدوده طبیعت زیست شناختی پیموده کشف کرده. این که او به واقع این کار را کرده یا نه بحث دیگری است. به هر حال انگلز که چنین ادعایی دارد و معنایش این است که او از این مدل خاص استفاده کرده است. من تصور میکنم دچار اشتباه نشدم. همیشه فکر کردم که تاریخ فلسفه عمدتاً تاریخ مدل‌های متغیر است و بررسی این مدل‌ها یکی از کارهای مهم و دشوار فلسفه است. باز هم جمله فارستر را تکرار میکنم که میگفت هر چیز شبیه یک چیزی است. خود آن چیز شبیه چیست؟ بسیاری از اوقات بهترین راه توضیح برای مردم استفاده از تشبیه و رسیدن از معلوم به مجهول است. فرض کنید با سوال گیج کننده ای روبرو شدید، مثل اینکه انسان چیست یا طبیعت انسانی چیست. بیایید به جانورشناسی نگاه کنیم که معلومات زیادی درباره آن داریم، یا گیاهشناسی که در مورد آن هم اطلاع زیادی داریم. طبیعت بشری هم چندان با آنها متفاوت نیست. در مورد تمامی موجودات یک دانش کلی وجود دارد. این تفکر رایج قرن 18 بود که چرا باید تصور کنیم انسان با دیگر موجودات تفاوت دارد. جانورشناسان روش‌هایی برای بررسی اجتماعات زنبور عسل و سگ‌های آبی ایجاد کردند. کندورسه اعلام می‌کرد زمانی خواهد رسید که علمی ناظر بر انسان هم بر پایه همان اصول متین طبیعی داشته باشیم. افلاطون آغازگر همه این بحث هاست. وایت هد بود که گفت فلسفه چیزی جز مشتی حواشی بر تفکرات افلاطون نیست، چون بیشتر سوال‌های بزرگی که از آن زمان تا کنون ما را به خود مشغول کرده در افلاطون مطرح شده است. شاید برتراند راسل درست می‌گفت که امتیاز بعضی از این مطالب به فیثاغورس تعلق می‌گیرد. به هر حال این متفکران یونانی ریاضیات را الگو و نمونه اعلای معرفت می‌دانستند و تصور می‌کردند که سراسر عالم را می‌شود صرفاً در چارچوب ریاضیات تعبین کرد. واقعیت و هستی ساختاری بود که به طرز ریاضی شکل گرفته بود و هر چیزی در آن مثل هندسه دقیقاً سر جای خود قرار می‌گرفت. ارسطو مدل زیست‌شناختی رشد و پرورش و کمال یافتن را ترجیح می‌داد. در قرن 17 مردم سعی داشتند ماهیت جامعه را در چارچوب مدل‌های حقوقی تبیین کنند و فکر این که پیمان اجتماعی پیوند اساسی در جامعه است از اینجا سرچشمه می‌گیرد. هر مدل جدیدی به این جهت انتخاب می‌شود که تصور می‌رود چیزی را که تاکنون در تاریکی مانده بود روشن می‌کند. مدل در قرون وسطی مدل سلسله مراتب بود که بر اساس آن نظم جاوید عالم به شکل هرم تصور می‌شد. هرمی که در رأس آن خدا بود و در قاعده‌اش مراتب پایین‌تر مخلوقات و هر مخلوق جاندار و هر شیء بیجانی وظیفه خاصی داشت که خدا برایش تعیین کرده بود. بعدها مردم گفتند ما عقیده نداریم که پادشاهان و سرکردگان دارای برتری و تقدس ذاتی هستند که در دیگران یافت نمی‌شوند. چون این مدل جدید یعنی قراردادهای اجتماعی خیلی بهتر، واقعی‌تر هم هست. بنابراین مدل جدید انسان را از ستم و تعدی مدل قدیمی‌تر آزاد می‌کند. این مدل جدید حقیقتی را پنهان نگاه می‌دارد که مدل قدیم آشکار می‌کرد. بنابراین باز مدل دیگری جانشین مدل قبلی می‌شود و این بار اساس آن تشبیه دیگری است، یعنی تشبیه زندگی انسان به زندگی ارگانیک گیاهان یا جانوران. این مدل آدمیان را از شر مدل مکانیستی قبلی نجات می‌دهد. عجیب به نظر می‌رسد این همه افرادی که فکر می‌کنند ساده، بی‌تکلف، واقع‌بین و اهل عملند، بررسی انتقادی مدل‌ها را کاری غیرعملی می‌دانند و رد می‌کنند. اگر کسی آنچه را در افکارش بدیهی و مسلم می‌داند بیرون نیاورد و در معرض دید نگذارد، صرف نظر از اینکه طرز فکر رایج و غالب درباره مسئله مورد اختلاف چیست، همچنان اسیر آن باقی می‌ماند. مدل اصل یا زمان او بدون اینکه خودش متوجه باشد قفس چه چیز از افکاری که با آنها اشاره کردیم بیشتر دخیل در عمل است؟ این افکار فقط برای اینکه چند نمونه ذکر کرده باشیم، در انقلاب آمریکا، فرانسه، روسیه تأثیر مستقیم داشتند. همه ادیان و همه حکومت‌های مارکسیستی نمونه‌هایی هستند از اینکه اندیشه‌ها چگونه می‌توانند تأثیر مستقیم عملی در انسان‌ها بگذارند و می‌گذارند. بنابراین اعتقاد به اینکه اندیشه‌های فلسفی با زندگی واقعی ارتباط ندارند، خودش با زندگی واقعی ارتباط ندارد و یکسره برخلاف واقع بینی است. من کاملا با شما موافقم. اگر افراد عادی غیر از این فکر میکنن، به این دلیل است که بعضی از فلاسفه گاهی در بحث از این گونه امور به طور غیر لازمی زبان قامز و دشواری مخصوص اهل فن به کار بردند. ولی البته تقصیر یکسره از آنها نیست. وقتی کسی مستغرق در موضوعی می شود، بی اختیار در جزئیات آن هم مستغرق می شود. فلاسفه بزرگ همیشه به زبانی حرف زده اند که افراد عادی از آن سر در آوردند و بنابراین جوهر و چکیده آن را دست کم به صورت ساده فهمیدند. فلاسفه کوچکتر گاهی بیش از حد سرگرم جزئیات شدند.
راسل یک بار چیزی گفته است که به نظر من هم نمودار درکی بسیار عمیق است و هم از فیلسوفی مثل او تا حدی عجیب و دور از انتظار. او میگوید دید و بینش محوری و اساسی فلاسفه بزرگ دنیا ساده است. شرح و تفصیل‌هایشان نه در مدلی که از جهان ارائه می‌کنند آورده می‌شود، نه در الگویی که ماهیت دنیا را در آن می‌بینند، بلکه بست و تفصیل در ضمن دفاع از این برداشت‌هایشان در برابر اعتراضات و اشکالات واقعی یا خیالی می‌آید. و البته اینجاست که مقدار زیادی اصطلاحات فنی وارد قضیه می‌شود که در واقع ضروری هم هست. ولی نگرش اصلی و اساسی قابل درک و نسبتاً ساده است. نگرش اصلی دکارت، لاک، افلاطون، کانت و بسیاری از فلاسفه معاصر از نظر افراد عادی قابل درک است و قامز و مشکل نیست. امیدوارم بتوانم در برنامه‌های دیگری این مجموعه بعضی از این نگرش‌ها را برای مردم عادی قابل درک کنم. بسیار سپاسگزارم سر آیزایا.